با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من علی جلالی هستم در قسمتی دیگر از برنامه‌های تو در توی اقتصاد ایران. ما در این قسمت قصد داریم تا به صنعت خودروسازی کشور بپردازیم، صنعتی که در کشور ما به نمادی ملی تبدیل شده و هر یک از سیاستمداران و مدیران کشور موفقیت در این بخش از اقتصاد و تولید کشور رو به نقطه عطفی در سیاست‌های خودشون تبدیل می‌کنه. اما گذشته از تاریخچه خودرو، این صنعت در کشور سال گذشته افت و خیزهای بسیاری داشته. در تبعات گرانی ارز و فشار تحریم‌ها، صنعت خودروسازی دچار مشکلات بسیاری شد. تا جایی که برخی از سیاستمداران و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور در خصوص ورشکستگی و نابودی این صنعت هشدار دادند. اما به واقع در این دو سال چه اتفاقی افتاد؟ اکنون خودروسازی کشور در چه موقعیتی قرار داره و چه آینده‌ای میشه برای اون پیش بینی کرد؟ آقای جمشید اسدی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ما این هفته صحبتمون در رابطه با صنایع خودروسازی کشوره. من میخواستم پیش از صحبتامون اشاره بکنم به اظهارات آقای غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت کشور. ایشون در اظهاراتی ادعا کرده بودن که در نیمه اول سال 91 تغییراتی در نرخ ارز به وجود آمد، به طوری که قیمت ارز در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر از 1100 تومان تا 2200 تومان برای خودروساز افزایش داشته که این رقم افزایش 200% رو به همراه داشته. شما فکر میکنید که این صنعت به این دلیل دچار مشکلات شده یا دلایل دیگه ای داره که آقای وزیر از گفتن اونو خودداری کرده؟ باز هم با تشکر از فرصتی که به من دادید و درود به بینندگان عزیز، در پاسخ به پرسشتون عرض میکنم که آری و نه. آقای وزیر درست میگویند که افزایش نرخ ارز تأثیر می‌گذارد بر رقابت پذیری صنعت به طور کلی و در این مورد خاص خودروسازی. اما دو نکته رو نباید فراموش کرد و اینجاست که میگویم نه. اول اینکه آقای وزیر اشاره نمی‌کنند به تقصیر و گناه خود و دولت خود در اینکه وضعیت ارز در کشور به چنین حالتی کشیده شده است، و دوم اینکه به مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی در کشور اشاره نمی کنند. برای آگاهی شنوندگان و بینندگان عزیز عرض بکنم که صنعت خودروسازی در ایران بعد از صنعت نفت مهمترین فعالیت اقتصادی کشوره. اما و رقم‌های بسیاری در این مورد ذکر می‌کنند که ما در خاورمیانه اولیم، در دنیا 13 ارزش افزوده نمی‌دونم چقدر است و همین‌ها رو اشاره می‌کنند. اما خب اینها بدیهی است در شرایط اقتصاد بسته در کشور. این درست بدین می‌ماند که بگویید مثلا ما در کشور در حوزه کشورداری و در حوزه علوم فقاهتی مقام معظم رهبری مقام اول هستند. خب زمانی که شما رقابت رو از بین
میبرید ایشون یا اول هستن یا دوم هستن یا سوم هستن، دیگه امکان دیگری وجود ندارد. در شرایطی که مشتری شهروند ایرانی نمیتواند انتخاب دیگری ندارد برای خرید خودرو، پس این بازار کشور عمدتاً پر میشود از محصولات کارخانه های خودروسازی ایران، یعنی به ویژه ایران خودرو و سایپا که عمده بازار رو در اختیار دارن و خب یه قدرتی پیدا میکنن. اما این به زور است، به انحصار است، اینو نمی، این فرق دارد با اون قدرتی که مثلا شرکت های خودروسازی کره جنوبی در دنیا پیدا کردن. میدونید خودروسازی های کره جنوبی صادراتی که به امریکا میکنن به مراتب بیشتر از وارداتی است که این کشور از آمریکا داره. خب اینها رو باید در نظر داشت. یک مشکلات ساختاری است که وجود دارد که بسیار ریشه دارتر از مسئله ارز است، هرچند که ارز بر مشکلات افزوده است. در اخباری که منتشر شده در بسیاری از جاها ما صحبت از دخالت دولت در قیمت ها رو داریم، همچنین نظر نمایندگان مجلس و ظاهراً دولت و مجلس بر سر قیمت های خودرو و بر سر نرخ عرضه اون به توافق نرسیدن، حتی گاهی باعث درگیری لفظی و هشدار و تهدید هم شده. شما فکر میکنید که این اختلاف نظرها بر صنعت خودروسازی کشور چقدر مؤثر بوده و آیا دولت یا مجلس هر کدوم تا این حد حق دخالت دارن و میتونن نرخ گذاری بکنن و دلیل این امر رو شما چی میدونید؟ بله، شما تخصصی دارید برای اینکه پرسش های دوگانه بفرمایید. اجازه بدید من این دو قسمت پرسش شما رو از هم جدا کنم و به هر یک جداگانه پاسخ بدم. اینکه میفرمایید تأثیر و نقش دولت در صنعت خودروسازی ما چقدر است، بسیار زیاد است. همچنان که اقتصاد ما به طور کلی یک اقتصاد دولتی و بلکه حکومتی است، نمیگویم دولتی، بس که اگر دولت مثلا فقط با آقای احمدی نژاد فکر بکنید، باید دونست که بخشی از همین صنعت خودروسازی ما به اسم خصوصی سازی دادن آن رو به بعضی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، بخش دیگرش هم در مورد دست سازمان توسعه صنایع. خب میدونید این به طور کلی پس در دست اونهاست، مورد خواست الان نیست، هیچ چیز تازه‌ای نیست. اما در دیگر زمینه ها هم هست، فقط خودروسازی اینطور نیست، در کلی زمینه ها شوربختانه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و بلکه حکومتی است. اما اینکه آیا دولت می تواند در این مورد تأثیر گذار باشد، به هیچ عنوان نمی تواند تأثیر گذار باشد. اقتصاد قوانین خودش رو دارد که شما نمی تونید در اون مورد حکم بدید، دستور بدید، حتی اگر این حکم از مقام معظمی چون آیت الله خامنه ای بیاد. قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی و قوانین اقتصادی کار خودشون رو انجام میدن. ببینید ما به شرایطی رسیدیم الان که قیمت ها به شدت افزایش پیدا میکنن، به ویژه به علت فروپاشی ارزش ریال واردات ما گرانتر شدند و صنعت خودروسازی ما بسیار محتاج واردات است برای این به عنوان قطعات یدکی، برای اینکه بتونه کار خودش رو انجام بده. خب این یک داشته باشید. دو، اینکه بسیاری از این صادر کنندگان قطعات یدکی به ایران حتی با وجود اینکه شریک بخش از شرکت‌های ایرانی بودند دیگر صادر نمی‌کنند، مثل پژو با همین ایران خودرو که به علت تحریم‌ها دیگه صادر نمی‌کنند. خب اینا را اگر بخوان بخرن، از یه طرف ارز گرون شده پس واردات گرونتر میشه، از یه طرف دیگه فروشنده رسمی ندارن، بعد از فروشنده غیر رسمی بخرن بازم باید گرونتر بخرن. خب همه این گران خریدن های مواد اولیه تاثیرگذار است بر قیمت فروش اتومبیل. حالا دولت حکم میکند که شما باید تا اونجایی که اگر حافظم یاری بکند به تابستان سال گذشته برگردید، به همون قیمت ها گیرم به اندازه تورم فقط به اون اضافه بکنید، تازه تورم رسمی هم که خود دولت میدهد که بسیار کمتر از تورم واقعی در کشور است. خب بدیهی است که این باعث ضرر و ورشکستگی همه میشود. البته ضرر و ورشکستگی هم واسه این شرکت ها معنی خاصی نداره، چون باز دوباره از بودجه دولت لابد دارن به اینها میدن. کما این که
رؤسای دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو به طور رسمی خواستن که آقا الان که البته یه مدتی گذشته ولی مدتی پیش گفته بودن الان که در مجلس بحث بودجه هست خواهش میکنیم این هزینه های ما رو هم تو بودجه بذارید که مجلس تصویب کنه بگیره. این دیگه اقتصاد نیست که حساب سود و زیان در آن نباشد. با وجود اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد وابسته به نفت هست، فکر میکنید صنایع خودروسازی تا چه حد میتونن در خروج از این وضعیت و نجات کشور از اقتصاد نفتی مؤثر باشن؟ و اینکه سیاست‌های فعلی آیا کمک به این موضوع خواهد کرد یا نه؟ بله، این دفعه برخلاف گذشته پرسشتان دوگانه نبود، چندگانه بود. اجازه بدید به تک تکش بپردازیم. باز هم برای صنعت خودروسازی آینده روشنی نمیبینم. با توجه به این شرایطی که وجود دارد، افزایش هزینه ها به مراتب فزاینده تر از گذشته خواهد بود و این باعث خواهد شد که بر قیمت تمام شده تأثیر بگذارد. قیمت تمام شده رو دولت نمیتونه بپذیره به خاطر اینکه سر و صدای مردم در میاد و این دوباره باعث تنشی میشود بین مدیرانی که خود دولت برگمارده، حالا بعضی هاشون هم ممکنه پشتیبانی های دیگری هم داشته باشن، و تقاضایی که دارن که آقا این قیمت فروش حکم شده شما نمیخواند با هزینه ها و دولت هم نمیتونه طور دیگری بپذیره. این از این. دوم اما این مسئله نفت رو که شما هم اشاره میفرمایید، نفت بسیار اقتصاد پرموهبتی است که ما داریم. این یکی از اتفاقات بسیار نیکویی است. آن پیامدهای نامبارک نه از اقتصاد نفت بلکه از مدیریت راندخار است و اون باید ما اشکالش رو بگیریم، در حالی که همین اقتصاد نفتی چه کمکی مثلا به نروژ کرده است، همین اقتصاد نفتی چه کمکی یک زمانی به انگلیس کرد، همین اقتصاد نفتی باعث شده است که چقدر خوشحالی و شادی بکنن امروز در آمریکا که اگر با این طرح موافق بکنن که بتونن نفت و گاز و از لای سنگ‌ها در بیارن، یک تکنیک جدیدی است، ما بی‌نیاز خواهیم شد و این چقدر کشورمون رو نجات خواهد داد. نه، متاسفانه نفتی که پولش در دست دولت و مقام رهبری و بعضی از نهادها هست و در اختیار مردم نیست و آن چیزی که واقعا از بعضی وقتا خنده‌دار است و بعضی وقتا از خنده گذشته به آن میخندم، این است که پول نفتی رو که متعلق به مردمه، بخشش رو آقای احمدی نژاد تقسیم میکنه و میگه نگاه کن چرا جمهور مردمی است، پول داده به مردم. درست مثل این است که من کیف پول شما رو از جیب شما بردارم بگیرم و بعد بخشش رو به شما برگردونم، شما از من تشکر کنید که بهتون پول دادم. در این مورد اینم در مورد اقتصاد نفتی دلم میخواد برای بینندگان عزیز روشن باشد که نفت یک امر بسیار مبارکی است که برای کشور ما اتفاق افتاده است، نامبارک مدیران یک همچین اقتصادی هستند. صنعت خودروسازی در سال آینده همچنان که خدمتون عرض کردم با همون مشکلات مواجه خواهد بود، منتها که اینو عرض کردم باز نگردم، منتها فرمودید این یک صنعت قوی است. ببینید، قویست در شرایط راندخاری و انحصاری، در شرایطی که رقابت آزاد نیست. باز اینو خدمتتون عرض بکنم، حدود 90% تعرفه گمرکی است برای یک اتومبیل که وارد بشه. در نتیجه اتومبیل مردم مجبورن اتومبیل داخلی رو بخرن، علارغم اینکه اگر اون تعرفه وجود نداشت اتومبیل با کیفیت بهتر فرنگی به مراتب ارزان‌تر برای شهروند تموم میشد، یعنی شهروند قدرت خریدش بلافاصله بیشتر میشد چون هزینه‌اش میمد پایین‌تر. ولی خب اینو راندخاران نمیپذیرن، نه تنها نمیپذیرن بلکه بر این آتش خانمانسوز میدمند. چطور؟ چندی پیش که این خیلی هم سر و صدا پیدا کرد، در همین سال آخر زمامداری آقای احمدی نژاد برای یک مدتی تعرفه گمرکی ماشین های لوکس و گویا تا حدود 40% آوردن پایین برای مدت بسیار کمی. یه عده‌ای وارد کردن با این تعرفه کم و بعد دوباره گذاشتن روی 90%. خب این باعث میشه کسایی که آوردن با این قیمت پایین‌تر بتونن
هیچ کاری که نکنن به فاصله یک روز چه سودی بکنن بلا فاصله از جیگار. متاسفانه اقتصاد ما گرفتار این راندخاری هاست، یعنی مشکلات ساختاری دارد. این مشکلات باعث می شود که خب این اقتصاد نتونه شکوفا بشه، نتونه پرواز بکنه. بدیهیست که بعضی وقتا اون وقت پایین اومدن قیمت نفت، افزایش قیمت واردات، شرایط تحریم آنچنان را آنچنان تر می کند. اما این اگر این اتفاق هم نمی افتاد، باز این اشکالات ساختاری باعث می شد که ما پروازی که ایران شایستشه نداشته باشیم. به خاطر داشته باشید قبل از انقلاب، البته من بسیار انتقادی بودم به رژیم پیش از انقلاب و هنوز هم هستم، این انتقادا رو دارم به علت اینکه یک دیکتاتوری بود، ولی بینندگان عزیز و به خصوص جوانان کار آموخته و دانش آموخته که بیشترین تعداد بیکارا رو در کشور تشکیل میدند، پیش از انقلاب نه تنها بیکار نبودند بلکه دانش آموخته مجبور بود رژیم گذشته از کشورهای همسایه وارد بکنه. خب یعنی واقعا ما کشور ما مستحق شرایط اقتصادی بسیار بهتر از این است و بلکه توانش آن را دارد. آنچه که باعث می شود جلو اینها گرفته شود، این اقتصاد راندخاری است و این اقتصاد انحصاری است و این مدیریت ندانم کار و ایدئولوژیک است که با عرض بالا، با عرض پایین، با تحریم، بدون تحریم باعث می شود ما در این شرایط ناگوار به سر ببریم. خودروسازی ایران ورشکسته هست. ببینید این با تمام با کمک دولتی است که باقی مونده، تازه با کمک دولتی هم اینا میگن ما نمیتونیم زندگی خودمون رو بگذرونیم، اما تمام با تعرفه و یارانه است که به اینجا دارن میدن. با اگر این جور پشت خورتون حساب بکنید و من پاسخو بر عهده خود شما و بینندگان عزیز میگذارم، اگر مرزهای کشور باز بشود و اگر واردات اتومبیل صادر آزاد بشود، چند ساعت صنعت خودروسازی ایران تاب مقاومت و رقابت خواهد داشت؟ هر پاسخی بدهید و هر پاسخی بینندگان عزیز بدهند، پاسخ من خواهد بود. سال گذشته خودروسازی کشور همچون دیگر بخش‌های اقتصادی دستخوش بی‌ثباتی و تلاطم بسیار شد، تا جایی که این روزها خبرها از هشدار کارشناسان و برخی از مسئولان کشور در خصوص تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های خودروسازی و صنایع وابسته به آن حکایت می‌کنند. در همین راستا امسال نیز در امتداد مشکلات پیش آمده در این بخش حساس و مهم، صنعت کشور می رود تا به سختی تمام خود را پس از سالها تلاش و سرمایه گذاری در نقطه ابتدایی و آغازین بازیابد. در نگاهی اجمالی می توان گفت که از خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی فرانسه گرفته تا ورود و یکتازی خودروهای چینی و همچنین از کمبود لوازم یدکی با استاندارد واقعی تا رکورد شکنی قیمت برخی خودروها و کاهش قابل ملاحظه تولید خودرو و ورود برخی خودروهای لوکس و راندخاری در بخش واردات، همه و همه اتفاقات مهمی هستند که در سال 1391 در صنعت خودروسازی و بازار عرضه آن اتفاق افتاده است. صنعت خودروسازی در ایران پس از سالها سرمایه گذاری و شعارهای مختلف سیاسی و اقتصادی در سال 1391 همچون دیگر بخش‌های تولید و صنعت با موج شدیدی از تحریم‌های بین‌المللی روبرو شد. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی این صنعت را در کشور مورد هدف مستقیم خود قرار ندادند، اما این اتفاقات در تجارت بین‌المللی ایران و صنعت وابسته به نفت کشور کار را به جایی رساند که در این سال عرصه بر صنعت خودروی کشور تنگ شد و با توجه به دولتی بودن آن و علارغم نبود رقابت سالم، صنعت خودرو به نفس نفس افتاد. طی ماه‌های نخست سال گذشته خودروسازی کشور کاهش 38% درصدی تولید را تجربه کرد،
اگرچه خبرهایی مربوط به ثبت نام و عرضه محصول جدید ایران خودرو به نام رانا و رونمایی از 8 محصول جدید رنو پارس با تأکید مجدد حضور رنو در بازار ایران تنوعی هر چند جزئی را به بازار تولید و عرضه خودروسازی نوید می‌داد و حتی ایران خودرو با انتشار خبرهایی مبنی بر تولید دنا در اواسط زمستان و داخلی سازی 90% پژو 206 مرهمی هر چند کوتاه بر زخم تازه این صنعت گذاشتند، اما واقعیت‌ها خبر از کاهش 38% اوایل تابستان 1391 نسبت به سال 1390 می‌داد و این زمینه پررنگ شدن بحث پرداخت تسهیلات 1000 میلیاردی به خودروسازان را فراهم کرد. در نهایت می توان گفت که نبود عرض کافی و افزایش قیمت آن، عدم استقلال و وابستگی ذاتی این صنعت به دیگر کارخانجات بین المللی عامل بروز این مشکلات در بازار صنعت خودرو در کشور می باشد. بله، همونطور که ملاحظه کردید در گزارش، اوضاع اقتصادی کشور تأثیرات بسزایی روی صنعت خودروسازی داشته. امروز خودروسازی کشور اوضاع نامناسبی داره. بالا رفتن قیمت ارزها، فشار تحریم‌ها باعث شده تا هشدار کارشناسان در این خصوص به گوش برسه. هشداری که شاید از سوی سیاستمداران توجه خاصی بهش نشده. اما خبرها حکایت از اعلام و شکستگی احتمالی بعضی کارخونه ها خواهد داشت. اینکه این کارخونه ها در چه وضعیتی قرار بگیرن و کارکنان اونها چه سرنوشتی داشته باشن نقطه پام صنعت خودروسازی است. صنعتی که روزگاری برخی از کشورهای آسیایی خواستار ساخت و توسعه کارخونه های ایرانی در کشورهاشون بودن، اما امروز خودروسازی کشور چنین جایگاهی رو نداره. خودروسازی که در انحصار دولت با حمایت ارز دولتی کار میکنه و وجود رقیب خارجی در بازارش جایی نداره.